بینش و پرسش. بینش و پرسش در امتداد خبر. بحث‌ها پیرامون اتفاقات و رویدادهای بازتاب یافته در کشور، منطقه و جهان. رادیوی ملی افغانستان پیشکش می‌کند. بینش و پرسش. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم برنامه بینش و پرسش، با من عبدالرحمن محقق خوش آمدید. وزارت امور خارجه امارات اسلامی افغانستان از اظهارات اخیر رهبری، وزیر خارجه و سایر مقامات فدراسیون روسیه مبنی بر ابراز اراده سیاسی برای گسترش روابط با امارات اسلامی افغانستان استقبال کرده است. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشور، در صفحه یکسش میگوید وزارت امور خارجه امارات اسلامی افغانستان از اظهارات رهبری، وزیر خارجه و سایر مقامات فدراسیون روسیه مبنی بر ابراز اراده سیاسی برای گسترش روابط با امارات اسلامی افغانستان استقبال میکند. آقای بلخی میافزاید که وزارت امور خارجه امارات اسلامی افغانستان به فدراسیون روسیه ابراز میکند که در رابطه با گسترش بیشتر و تقویت روابط مثبت به هدف تامین منافع مردم دو کشور بر اساس احترام متقابل و مصالح مشترک عزم جدی سیاسی دارد. سخنگوی وزارت امور خارجه همچنان گفت که امارات اسلامی افغانستان برای همه کشورهای منطقه فرصت خوب را مساعد کرده تا با در نظرداشت اولویت‌های دو جانبه روی گسترش روابط مثبت کار شود و در این زمینه پیشرفت‌های خوب با کشورهای متعدد صورت گرفته است. پیش از آن ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، نیز در یک نشست در تاشکند، پایتخت ازبکستان، تعامل روسیه با امارات اسلامی افغانستان را مهم خوانده و گفت که برقراری رابط با حکومت افغانستان قابل توجه و ضروری است. برای تحلیل این موضوع بیشتر بحث میکنم با مهمانان برنامه، آقایان سید قریب الله سعادت، آگاه مسائل سیاسی، و محمد شفیق حقپال، آگاه سیاسی، که هر دو مهمان از طریق خط تلفن با ما وصل هستند، که ابتدا بحث را با آقای حقپال آغاز میکنم. جناب حقپال سید، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلوات و سلام علی رسول کریم، اما بعد ما هم سلام خدا به تمام هموطنان خود و شنوندگان خود تقدیم میدارم. تشکر. جناب حقپال سید، نخستین پرسش را میپرسم این که شما رابط مسکو با کابل را چگونه ارزیابی میکنید؟ سیاست‌های جهانی را اگر در مجموع بررسی کنیم، فعلا دو سه کشور مطرح دنیا است که روسیه است، آمریکا است و چین است. اینا کشورهای مطرح دنیا هستند و از یک سوی امارات اسلامی افغانستان تا هنوز توسط کشور به رسمیت شناخته نشده. بنابر ما روابط با هر یک از کشورهایی که را برای ما باز کنه و روابط بهتر برای ما داشته باشه از نظر سیاسی بهتر. هرچند ما از نظر فکری میتونیم با اونا تضادهایی داشته باشیم، از نظر تاریخی هم تضادهایی داشته باشیم، ولی به هر صورتش ما میتونیم از این فضای با وجود آمده اگه استفاده خوب برای دولت خود کنیم. روسیه قسمی که میدانیم یکی از کشورهای مطرح دنیا است، از نظر اقتصادی هم بهتر است، حتی در اوکراین در جنگ مصروف است، ولی اگر ما راهی داشته باشیم به خاطر که روابط خوب با مکه داشته باشیم، با روسیه داشته باشیم، برای ما بهتر است. به این که روسیه خودش علاقه‌مندی نشان داده، این هم گپی خوب است. شما چند وقت پیش دیدیم که در شورای امنیت روسیه و چین با نحو رای ممتنی برای افغانستان دادن، که خود وانمود میکنه که چین و روسیه فعلا در مقابل بلاک امریکا قرار دارن و ما باید از این فرصت به وجود آمده بر نحو استفاده کنیم. بله. با در نظر داشت عقاید، افکار و مسائل خود که ما هیچ وقت افکاری که سبب شوه که وجهه اسلامی ما خدشه دار شوه و یا زیر سوال بیاید هیچ وقتی کار نشه، ولی اگر ما میتونیم به خاطر استفاده بر سیاست های آینده کشور خود، به خاطر رفاه مردم خود هر کاری کنیم و با هر کشوری اگر ما میتونیم تماس بگیریم با مو شرایطی که کمک های بی‌غرضانه ایشان جذب کنیم و این روابط بدون اغراض غیر باشه، دیگه ما میتونیم از این روابط استفاده کنیم و روسیه یکی از امکانات است که ما باید از استفاده کنیم، با خصوص کشورهای سیامنه که تحت نفوذ روسیه قرار دارن، میتونه چون همسایه های ما هستن و دارای نفت و گاز و برق و امثال هم هستن، راه تجارتی ما تامین میشه. ما اگر با روسیه روابط خوب داشته باشیم با کشورهای شمالی خود هم حتما روابط خوبتری خواهد داشتیم، که در این روزا شاید سفر وزیر خارجه خود به ترکمنستان، وزیر تجارت خود به ترکمنستان و روابط خوب خود با ازبکستان و کشورهای دیگه هستیم که خودش تاثیرگذار روابط روسیه
با افغانستان است که برای آسیای میانه اجازه داده شده تا با ما رابط بهتر داشته باشند. جناب حق‌پال صاحب، از دید شما چرا روسیه در مقایسه با امریکا در تلاش گرمسازی رابط خود با افغانستان است؟ شما دیدین زمانی که روسیه بالای افغانستان تجاوز کرده بود، افغانستان به اشغال کرده بود، عملاً اشغال کرده بود و تقریبا 9 سال در اینجا حضور داشت، امریکا جانب مقابله گرفت، با مجاهدین کمک کرد و خواست که در آزادی افغانستان در مقابل روسیه استفاده کرد. بنام روسیه میخواد به نظر من که همون انتقام خود را از امریکا بگیره و هم گرفت جان شکست امریکا در افغانستان و نفع روسیه و کشورهای بلاک شرقی است. بنام روسیه بازم میخواد که رابطه حفظ کنه و بتونه با دشمن قوی خود امریکا و غرب از این طریق منافع را به دست بیاره و یک کشور را بالاخره به در دوستی با خود داشته باشه تا در مقابل امریکا و فشار از کشورهای غربی از او کار بگیره. بله، جناب حق‌پال صاحب، شما هم در جریان هستین. سفارت روسیه در کابل فعالیت داره و سفارت افغانستان هم در مسکو. آیا این نشانه از آینده روشن سیاسی دو کشور است؟ بدون شک وابسته میشه به مسئولین امارت اسلامی و کسانی که دکترین روابط خارجی ما را میسازه که اونا چطور از این حالات پیش آمده استفاده خوب کرده میتونن به نفع افغانستان و ما بتانیم استفاده خود تقریه کنیم و رابط بین المللی خود تامین کنیم و بتانیم که کشورهای دنیا این را بفهمانیم که افغانستان را در این شرایط باید در رسمیت بشناسن. این مربوط سیاست های امارت اسلامی افغانستان و مسئولینش میشه که به چی گونه پیش آمد میکنن با کشورهای بزرگ جهان بخصوص روسیه و بلاک شرقی و بلاک کشورهای کنفرانس شانگهای در حضور دارند. بنام ما این رابطه در حالت فعلی بهتر میبینیم بعد از اینکه امریکا در افغانستان شکست خورده و از افغانستان خارج شده و فعلا هم سیاست های غرب در مقابل امارت اسلامی قرار داره. بنام استفاده کردن از سیاست های روسیه و از امکانات روسیه برای افغانستان خوب است و به نفع افغانستان شمرده میشه و این رابط انشالله رو به بهبود خواهد بود. در صورتی که ما و روسیه کاری نکنیم که حاکمیت ملی دو جانب را تحت مشکل قرار بدیم و یا ای که مداخله در اموری هم دیگه داشته باشیم، ببینیم که روسیه با ما چقدر تعامل میکنه، آیا به قدر ثابت تعامل میکنه که در اینجا اهداف طولانی مدت یا عیدی خود داره و در اینجا کارهای تجسسی و کارهای منافع طولانی مدت خود پیش میره، یا ای که بی‌غرضانه با ما همکاری میکنه و حساب همسایگی همکاری میکنه و حساب کمک‌های اقتصادی هم کار میکنه. این دیده شود که ما در شرایط خیلی فکر میکنم که روسیه فعلا محتاج است به افغانستان، فعلا چون درگیر جنگ اوکراین است، از غرب تخت متعلم است و مهر است، حراس داره که نفوذ نکنه ناتو و غرب در ساحات همسایگی روسیه. بنابراین به افغانستان محتاج است و ممکن است که در رابط خود با افغانستان صداقت داشته باشه و اگر همین صداقتش هم دوام کنه انشالله به نفع افغانستان خواهد بود. بله، حق‌پال صاحب، افغانستان برای روسیه از چه اهمیتی برخوردار است؟ بدون شک حال از نگاه سیاسی من قبلا عرض کردم که فعلا روسیه در جنگ قرار داره با غرب و آمریکا، به نام یک دوست در همسایگی خود ضرورت داره. دوم، مسائل اقتصادی روسیه چون از نگاه غرب او در جنجال است، صادرات نفت، صادرات غلجات، صادرات ماشینریش و تمام صادرات وارداتش به غرب اروپا صورت میگیره. فعلا جنگ اوکراین سبب شده که بیشترین صادرات روسیه به طرف جنوب شوه، به طرف افغانستان و آسیای جنوبی، هند، پاکستان و کشورهای غیره و ایران را میتونه طریق کشورهای آسیای میانه و طریق افغانستان تامین کنه. بنابراین روسیه به افغانستان ضرورت داره در شرایط فعلی، نه تنها روسیه بلکه کشورهای مشترک المنافع و تحت نفوذ روسیه به افغانستان ضرورت داره. به این خاطر روسیه به خاطر ضربه زدن به دشمن دیرینه و تاریخی خود آمریکا میخواد که با افغانستان روابط بهتر داشته باشه و با افغانستان در شرایط فعلی ضرورت داره. بله، حق‌پال صاحب، حالا فکر میکنین داشتن رابطی خوب با کشور روسیه چقدر تاثیرگذار است در قسمت گسترش رابطه افغانستان با جهان؟ روسیه یکی از کشورهای مطرح دنیا است که اعضای شورای امنیت ملل متحد است و فعلا با وسیع جنگ اوکراین و با وسیع مشکلات داخلی روسیه خود را حفظ کرده در سیاست جهانی. بنان روسیه هم برای افغانستان مهم است، ولی تا به حال ما یک قدم خاصی از
طرف روسیه و چین و کشورهایی که ادعای دوستی به افغانستان ندیدیم، باید این کشورها باید قبل امارت اسلامی را به رسمیت میشناختن و یک ویژه خوبی خود برای افغانستان نشان میدادن در مردم افغانستان، که متاسفانه به شمول روسیه هیچ کشور دنیا تا به حال این جرأت نکرده که امارت اسلامی افغانستان را به رسمیت بشناسه. و این همش دال بر اینست که جهان فعلا در مقابل مسلمان ها به یک شکل متحد شده. من بخواهی که کشور مستقل اسلامی در دنیا ظهور کنه که از این ساسات های خاص خود را داشته باشم. امارت اسلامی اگر یک سو با امریکا تضاد داره، ولی از سوی دیگه با روسیه که ادعای بی تضادی می ولی روسیه با افغانستان به رسمیت نمیشنه. دلیل میشم مسائل عقیده فکری است که افغانستان می خواهد اسلام را در افغانستان پیاده رو تازه و دولت مبنای اسلامی تشکیل بده، ولی روسیه با این مسئله که بارها یادآوری کرده چی نمایندهش آقای کابلوف و چی آقای پوتین همیشان همیره گفته که ما در افغانستان خواهان یک حکومت هستیم که در تمام جوانب شرکت داده باشیم، با مسائل حقوق زنان و تعلیم زنان اینا را اینجا تظاهر میکنن و از یک سو روابط هم اظهار میکنن. به نام من فکر میکنم که باید روسیه از این دوراهی برای دوستی کامل با افغانستان پیش کنه و افغانستان به رسمیت بشناسه، در جهان ملل متحد شورای امنیت مطرح کنه افغانستان و یا اینکه دوستی نکنه با افغانستان. این دوستی مزبزب فکر میکنم زیاد بهتر نیست و مسئولین امارت اسلامی باید بیشتر به این مسئله وادار بسازند که گام قاطی را به قسمت روابط با افغانستان روسیه بگذاره. بله جناب حق‌پال صاحب، می‌خوایم آخرین پرسش از شما بپرسم، این که اگر روسیه افغانستان را به رسمیت بشناسه، آیا به رسمیت شناختن امارت اسلامی از سوی کشورهای جهان هم تاثیر داره یا خیر؟ البته تاثیر داره. من فرض کردم که روسیه فعلا یک کشور تنها نیست، بلاک روسیه، بلاک شانگهای، بلاک شرقی با روسیه قرار داره. کشورهای تحت روسیه چون آسیای میانه اکثر کشورها با همصدا هستن، بلاروس با همصدا هست با روسیه، چین حتی همصدا هست با روسیه، کره شمالی همصدا هست با روسیه و که یک تعداد کشورهای اروپایی، کشورهای امریکای جنوبی و امریکای لاتین از قبیل کیوبا و گواتیمالا و یک تعداد کشورهای دیگه با روسیه همگام بخاطب هستن که با امریکا و غرب اندازه تضاد دارن. فامیلی از وقتی روسیه اگر به رسمیت نشناسه، کشورهای دیگه هم به گام روسیه قدم میذارن و انشاءالله افغانستان را به رسمیت میشناسند. ولی روسیه هم شاید هم ملاحظات خود داشته باشه، هم یک حراس از امریکا و غرب در این شرایط داشته باشه، چرا نه در افغانستان و نه در فلسطین گام قاطی میگذاره. همیاری دیده میشه که کشور فلسطین از هر سو تحت تهاجم قرار داره و تهاجم هم بسیار صریح و آشکار است، نقض حقوق بشر صریح و آشکار است و ظلم و جنایت که در اونجا صورت میگیره به هیچ کس پوشیده نیست، ولی باز هم روسیه در اونجا گام قاطی نمیگذاره و علیه اسرائیل و نظامیش اقدام عملی هیچ کشور دنیا متاسفانه تا بال نکرده که باید بکنن و نگذارن که آمریکا و اسرائیل و غربی ها به جنایت خود در فلسطین ادامه بدن. همین شکل در افغانستان هم میشه که از این سیاست تا بال کار میگیرن، ولی باید دولت اسلامی افغانستان در این خدمت پیشگام شوه و بتانه آیستا آیستا اما حقوق مسلمانان را در جهان از غرب و شرق بگیرد. بسیار زیاد تشکر جناب محترم احمد شفیق اقبال از اینکه در برنامه فرصت گذاشتین. شما تشکر و به میمانتانم سلام و تشکر میگویم. و شنوندگان محترم، ادامه بحث را با محترم سید قریب الله سادات بعد از یک وقفه کوتاه ادامه میدهیم. اگر نمازگزار میدانست تا چه حد مشمول رحمت الهی است، هرگز سر خود را از سجده بر نمی داشت. راننده های محترم، در هنگام رانندگی استفاده از موبایل خلاف قانون ترافیکی می باشد، لطفاً توجه داشته باشید. هموطنان عزیز، نظافت جز ایمان است. بیایید در نظافت خانه، محل کار و شهر خود توجه کنیم تا به امراض گوناگون مبتلا نشویم. این پیام از طرف رادیو صدای شریعت برای شما تقدیم شد.
دوزداشتنی ترین کارها نزد خداوند جل جلاله نماز اول وقت، سپس نیکی به پدر و مادر و سپس جهاد در راه الله جل جلاله است. اطفال سرمایه کشور ماست، بیایید به نظر آنها احترام و به آنها توجه داشته باشیم و به تربیت آنها بکوشیم و از رفتاری که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم با آنها داشته باشیم تا در آینده بار دوش نشوند و خدمت به کشور خود نمایند. این پیام از طرف رادیو صدای شریعت برای شما تقدیم گردید. سلور دیرش پروانه برنامه 34 گفتگو با شنونده ها و مقامات در 34 ولایت افغانستان. در آوریدونکو و مسئولین سره خبری اتری در برنامه 34 سلور دیرش خپرونه و سلور دیرش خپرونه کی بینش و پرسش. بینش و پرسش در امتداد خبر. بحث ها پیرامون اتفاقات و رویدادهای بازتاب یافته در کشور، منطقه و جهان. رادیوی ملی افغانستان پیشکش می کند. بینش و پرسش. شنوندگان محترم، به ادامه برنامه خوش آمدید. در قسمت برنامه بیشتر بحث میکنیم با محترم سید قریب الله سادات در رابطه بر روابط مسکو با کابل. جناب سادات صاحب، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. تشکر. سلامت سادات صاحب، میخوایم از شما هم بپرسمین که شما روابط مسکو با کابل را چگونه ارزیابی میکنین؟ البته خدمت شما و شنونده های شما عرض سلام. روابط افغانستان با روسیه قبل از سال 1357 حالت خوب بود، یعنی در منطقه یک نوع حسن روابط وجود داشت. روسیه ها پروژه های کلان افغانستان در دست داشتن، به نام شوروی سابق میخواستن برای گسترش روابط کوشش بیشتر داشتن که با افغانستان روابط نیک و احسنه داشته باشند. بعد از سال 1357 که کودتای ننگین افتصال شد و خلقی ها روسا را فریب دادن که ما مردم افغانستان را در اختیار خود داریم، روابط با تصادم مواجه شد، یعنی روابط شوروی سابق با افغانستان با مشکلات مواجه شد. از این فرصت امریکایی ها و غربی ها که انتظار همچه فرصت را داشت استفاده کردن و جنگ 9 ساله تجاوز شوروی در افغانستان و جنگ 14 ساله علیه طرفدارای شوروی امو کمونستای وقت باعث تیرگی روابط شد. بعد از اینکه مجاهدین پیروز شد، روابط بین روسیه و افغانستان در حالت تعلیق یا حالت قرار گرفت که روسیه به طرفی خود حفظ کرد، چون حکومت مجاهدین فکر میکردن که حکومت طرفدار آمریکا و غرب است. اما امریکایی ها با استفاده از اون فرصت به پروژه های دیگه خود رفت و افغانستان در حالت بعد رها کرد که بعدا با وجود آمدن تحریک اسلامی طالبان در دوره اول مجاهدین همون وقت ناگزیر شدند که به طرف شمال افغانستان عقب نشینی بکنند و بازم رابط تازه روسیه و یک تعداد از کسایی را پیدا کردن که روابط درست بکنم. خب طبیعی است که حسن روابط پیدا شد و دوباره روسا علاقمندی پیدا کرد که افغانستان در حالی که باید از روسیا یا شوروی غرامت میخواست، ولی سیاست مدارایی در افغانستان وجود نداشت که این غرامت از روسا یا شوروی بخواهد و بقای شوروی یعنی روسیه بخواهد و این مشکلاتی که بین افغانستان و شوروی سابق پیدا شد و از آدرس شوروی یا روسیه و افغانستان صدمات و خسارات زیاد افتاد، باید بر جبران از این روسا تلاش میکردن که نکردن.
بعد از تجاوز غرب یا ناتو که امریکایی ها 20 یا 22 سال قبل بازم در سال 71 یک بهانه ای را پیدا کردن به نام 11 سپتامبر و اونا تجاوز کردن، روسا ایج اساس شدن و خواستن که در مقابل امریکایی ها به یک نوع استادگی بکنند و نگذارن که کشورهای آسیای میانه هم مثل بهار عرب که در خاور میانه بود به تشنج برن. ایج روسا موضوعهای خود محکم کردن یا بستن و روابط بینابین پیدا کرد با افغانستان، نه روابط نیک و نه روابط بد. یعنی اگر از خاک افغانستان امریکایی ها بخواهد علیه روسا استفاده بکنه اجازه ندن و این یک حسن روابط باید باشه که با شکل انتقام گیری نشه و نه اجازه را بده که مشکلات بیشتر شود. پس به این خاطر روابط چندان خوب نبود. حالا فعلا که جنگ در اوکراین آغاز شده، غرب به یک طرف استاده شده، چینایی ها از روسا مستقیم حمایه میکنه، هندوستان هم رایش تقریبا نزدیک برای روسیه است و ایران با تمام معنا از روسیه حمایت میکند، یک جهت یا یک جبهه علیه غرب شروع شده که به این جبهه بازم روسیه پیشگام و پیشقدم و پیشقراول است. به این خاطر افغانستان از نگاه موقعیت استراتژیک ایجاد میکنه که پیش هر کسی در منطقه آسیا باشد میتواند ایجا دست بالا داشته باشه. به این خاطر انگلیس ها، امریکایی ها و غربی هم در تلاش است که در افغانستان جای پای داشته باشد و روسا هم نمیگذارن که باز خاک افغانستان در مقابل منافع روسیه قرار بید و یا کشورهای اخمار روسیه که کشورهای تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و سایر کشورهای آسیای میانه است، ایجا امریکایی ها میخواد غیر مستقیم بازم در اوجه نفوذ پیدا بکنه. تشکر. جناب سادات صاحب، از دید شما افغانستان برای روسیه از چه اهمیتی برخوردار است؟ البته افغانستان تاریخ ثابت کرده که میگه افغانستان قلب آسیا، یعنی قلب آسیا به معنی است که این روسیه، افغانستان یه جمعیت 1,300,000,000 چین با آسیای میانه وصل میکند. این جمعیت از نگاه زمینی، از راه زمینی هندوستان 1,300,000,000 را به اروپا وصل میکنه، یعنی نصف جمعیت دنیا را میتونه به حیث یک پل از افغانستان استفاده کنه، چه از نگاه استراتژیک و چه از نگاه جیوپولیتیک. افغانستان جغرافیاش جغرافیایی است که راه ابریشم دو از قرنها یا از هزارها سال قبل استفاده شده، یعنی از تمدن انسانی نمایانگرش یکیش افغانستان است و یعنی اراضی که از افغانستان از شرق به غرب، از غرب به شرق و از شمال به جنوب کشورها را وصل میکنن و میتونن بهترین استفاده تجارتی بکنن، استفاده سیاسی بکنن، استفاده نظامی بکنن. یعنی هر کسی که علاقمند شده به افغانستان به معنای موقعیت جغرافیاییش بوده، چه از اسکندر مقدونی شروع، چنگیز و علاکو شروع و ایت انگلیس و روس و امریکا، هم به خاطر موقعیت استراتژیک افغانستان آمده. اگر نه تا حال با که از افغانستان کسی چیز را برده هم نتونسته به اون معنا که اگر به قصد غنیمت آمده باشه در افغانستان اون غنیمت وجود نداره. اگر منابعی است، او منابع رای بحری و رای آزاد و رای آرام کار داره. پس به این خاطر معنا و مفهوم استراتژیک بودن و جیوپولیتیک بودن همی است که افغانستان ارزش و جایگاه داشته که کشورها اکثریت علاقه داشتن که از خاک افغانستان بتانن و جایی که اهداف کلان دارن، مثلا شوروی قبلی رسیدن به آبای گرم و رسیدن امریکایی ها از طریق افغانستان به کشورهای آسیای میانه یا معادن و منابع نفتی ترکمنستان و سایر کشورها، این تمامش همی معنا رو دارد که موقعیت استراتژیک افغانستان کشورهای قدرتمند علاقمند ساخته که در اینجا باید داشته باشند و یا جای داشته باشند. جناب سادات صاحب، حالا با توجه بر روابط خوب روسیه با افغانستان، نوع نگاه حکومت امارت اسلامی به این روابط چگونه است؟ خب ببینید، متاسفانه باید بگم روسا هم یک موقف ثابت تو روشن ندارد. دیروز یا پریروز یا درست پیش روسا گفتن در خاک افغانستان تهدیدهای وجود دارد، یعنی ملاحظات وجود داشت که واکنش امارت اسلامی در رابطه با روسیه ای بود که دیگه باید نباید این رابطه خراب بسازد، یعنی گفتار و کردارشان را
روابط ما را خراب می‌سازه، تیره می‌سازه. دوباره یک نماینده روسیه میاد به کابل میگه که ما می‌خوایم پولایی که فریز شده از افغانستان به پیش امریکا او پولا آزاد شده. یعنی روابط از اینا هم ثابت نیست و گفتار جان ثابت نیست. گای گای اگر بخواهند که تهدید بکنن و این تهدیداشون به یک نوع میخواهند که از او استفاده سو بکنن. بله جناب سادات، به عنوان آخرین پرسش میخواهیم بپرسم که شما هم در جریان هستین، کشور روسیه که از کشورهای قدرتمند است، حالا داشتن روابط با کشور روسیه چقدر تاثیرگذار است در قسمت گسترش روابط افغانستان با جهان؟ خب ما اگر با روسیه روابط نیک داشته باشیم، من کشور تقریبا نزدیک به همسایه است، یعنی کشورهایی که اقمار روسیه است مثل ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان از کردار و گفتار روسیه متاثر هستند، میتونن با ما به نفع ما تمام شد. و اگر با روسیه ما تصادم بکنیم ما با مشکلات مواجه میشیم، چرا که مثلا غلجات و نفت و بعضی چیزایی که ما نیاز داریم اکثریت از این کشورهای همسایه شمالی به اصطلاح میاید و این روابط نیک به نفع ماست. اما اگر روابط ما با روسیه در تقابل هم قرار بگیره به ضرر ماست، چرا که اینجا آدرس پیدا میشه برای مخالفین نظام و اینجا بازم جنگ قدرت ها صورت میگیره و جنگ قدرت ها به نفع مردم افغانستان نیست. در تمام معنا باید ما روابط بینابین داشته باشیم، یعنی با شرق، با غرب، با شمال، جنوب، با تمام کشورها روابط خود را بتوانیم جای تعامل باز بکنیم و 45 ساله تصادمات و تقابل که بین کشورها بوده از او خود نجات بدیم و دیگر نگذاریم که افغانستان میدان جنگ و رقابت ها و کشمکش ها شود. یعنی فشار اگر در اوکراین بالای روسیه بیاد، او فشار بیاره در افغانستان، یا فشار بیاد در اوکراین بالای امریکا بیاد، او فشار بیاره در آدرس افغانستان که روسیه را از این مسیر تهدید بکنه. این تهدید ها و بعض موضوعات به نفع ما نه بلکه به ضرر ماست. بسیار زیاد تشکر جناب محترم سید قریب‌الله سادات، آگاه مسائل سیاسی از این که در بحث فرصت گذاشتین. تشکر از شما، سلامت باشید. و شنوندگان محترم از شما هم یک جهان سپاس که تا این دم شنونده برنامه بودین که بحث داشتیم با سید قریب‌الله سادات و محمد شفیق حق‌پال، آگاهان مسائل سیاسی. تا برنامه دیگر خدا نگهدار.